true یعنی اینکه در واقع اون چیزی که توی متن اومده با توی سوال با هم مچ میشن یا اینو میگن با هم یکی هن. با هم مچ میشن یا با هم یکی هن با کلمه agree بسیار متفاوته شما هم با سوالای true false not given یا yes no not given چالش دارید مشکل دارید سخت بعضی موقع گیج میشید و نمی جواب درست کدومه این آموزش ویدیویی دقیقا مخصوص شماست بعد بهتون بگم که شما تنها نیستید خیلی ها با این مدل سوال مشکل دارن من مجید ایزدی هستم مدرس تخصصی آیلس با بیش از دو دهه تجربه توی این ویدیو بهتون یاد میدم که اول از اون شایعات چی شایعاتو شایعات رو کنار بذارید منابع ناموثق که یکی از دلایل اصلی گیج شدن شماست رو کنار بذارید چه با چه منابع درستی باید کار بکنید و بعد استراتژی های درست برای اینکه بتونید خیلی خوب از پس این سوال بر بیایید رو بهتون یاد میدم توی این ویدیو البته با تمرین، تحلیل، مقایسه، تفکر اندکی به کار بردن تفکر نقادانه مطمئنم که میتونید از پس این سال بر بیایید و به راحتی نمره ریدینگ آیلتس خودتون رو ارتقا بدید پس این ویدیو رو از دست ندید طرف یه نصف جمله یه جمله خیلی کوتاه گذاشته گفته اوکی این سوالمونه این هم متنمون یه جمله کوتاه از متن گذاشته زود باش مچ کن ببینیم یه سه نوع not given it. true false نداریم اصلا این چیز غلط همچی چیزی وجود نداره آیا این جمله بر اساس متنی که با هم خوندیم و مفهومی که گرفتیم توافق داره تناقض داره یا به اندازه کافی اطلاعات نداریم جواب چیه؟ آفرین تناقض داره. اصلا گفته استرالیا لکس ده اونجا گفته یونیک اینجا گفته اصلا نداره لانترده.